حالا بهش فکر کردید زندگی به جای یه ابرقهرمان چه حسی داره؟ یا اگه قرار بود یه قدرت ماورایی داشته باشید تبدیل به چه ابرقهرمانی میشدید؟ توی ویدیوی امروز قراره تبدیل به ابرقهرمانای مارول بشیم و ببینیم زندگی به جای یه ابرقهرمان از نزدیک چه شکلیه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید، اما قبلش حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید و اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید همین دکمه سابسکرایب که اون پایین مایناسو بزنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید روی آتا. هر موقع ویدیو جدید میذارم یوتیوب بهتون خبر بده تا اولین نفری باشید که میایید و ویدیومونو میبینید. تا بسون خفنی در راه میلاد فرس یادتون نره. خب میلاد امروز قراره چیکار کنیم؟ امروز قراره تبدیل به ابرقهرمانای مارول بشیم همونطور که گفتم و این فقط یکی از آیتمایی که خریدم. آره ببین بچه ها میدونن دیگه معمولا اینجوریه که من کارتمو میدم به ماهان، ماهان میره میرینه تو خودم، ولی امروز خودم تنهایی انجامش دادم. این یکی از آیتمایی که قراره تبدیل به ابرقهرمانای مارولمون بکنه و حدس بزن چیه؟ این اندازش مثل دستکش تانوسه. تانوس ابرقهرمانه؟ نه ولی همه رو کتک میزنه. چه ربطی داره؟ قراره تبدیل به ابرقهرمان بشیم و این چیزی نیست جز اجازه بده چه واسه بسته بندیه حاجی قطعا شکستنیه که اینجوری بسته بندی کردن خوده. ببین بالاخره یه اکسسوری خیلی مهم این توه و چیزی نیست جز میونیر بود که برادر کریس همثورت همون تور خودمون. تور درسته یا ثور؟ ثور ثور یا تور؟ تور ثور ثور ببین ثور ثور تور حاجی عجب جنسی داره، جنسش خیلی خفن، خیلی گنده است، سایز واقعی میبینی؟ واه تناب داره خود خودشه. حاجی خیلی خفنه. من فکر میکردم که یه جنس پلاستیکی سبک توخالی داشته باشه، ولی واقعا دست دادن بهش حس خیلی خوبی داره. یعنی دقیقا این میولیر طراحی شده، سایزش دقیقا همونه و وقتی بهش دست میزنی حس چیپ بودن و مسخرگی و فیک به دست میده. خیلی جالبه، نگاه کن دقیقا هم سایز خود میولیر. میلا نمیتونی بلند مسخره خدایی خیلی سنگینه. من اصلا فکر نمیکردم به این خوبی ساخته باشنش. آره ببین خیلی خفن، حکاکی روش رو میبینی؟ دقیقا این نسخه اصلیه و این شیارو، این حتی این زبان آزگاردی که این تلسمی که این بالاش نوشته شده همش دقیقا این نسخه اصلیه. اصلا حس چیپ بودن بهتون واقعا دست نمیده، یعنی احساس خیلی خوشتره واقعا میولیره. اینجوری دوست دارم بزنم کله تانوس رو از وسط ربش کنم. ببخشینو الان میخوام میولنی رو فرا بخونم. به نام اودین، به نام آزگار. واقعا احساس میکنم تو فیلمم، صورتم درد گرفت، خیلی سفته. خدایی طراحی خفن و با کیفیتی داره. جدی ها، یعنی اصلا فکر نمیکردم اینقدر خوب. یه قیمتش رو یه حدس بزن. نه جدی حالا یه قیمتش یه حدس بزن. اسمم دو تومنه خدا، دو تومن 5500 پول اینه. چند میولنیره ها؟ البته بگم اینو تو خود آزگارد میدن 3200، ولی خب تا اینجا برسه گمرک و اینا میخوره سود فروشنده 5500 پول. کیلو چند حساب کردن اینو؟ کیلوی آی میتونی برش دار. آیتم بعدی اینه. این چیه؟ این وب شوتره، یعنی همون بیزبیلکی که مردن کبوتی داره. این البته نتونستم نسخه اصلیشو پیدا کنم، این اسباب بازیشه. رده سنی تا 3 سال، یعنی از 3 سال به بالا میتونن ازش استفاده کنن. یک اکشن فیگور کاملا با کیفیت و با جزئیات داریم. دستکش مردن که آقا دستکش شورت، کلا، تیشرت. ببخشید دکتر بهرام، کوچیکه برای من، دستمو نگاه. اینجا به این شکلیه، اینجاه، این نه فاقش کوتاهه بچه، اشتک دستکش کوتاهه. سنگم دیتو اینه. و خود ویب شوتر، ویب شوترش ولی واقعا چیز باحالیه. یا کمک کن ببندم دور دستم به این صورت. نگاه نکن، کمک کن اینو. خب چیکار کنم؟ مردن کبوتی چجوری اینقدر سریع آماده؟ حالا من اسپایدر منم، باید تیرشو فرو کنم اینجا اینجوری و آی خورد تو. کار میکنه. چه باحاله. ببینید بچه ها اینجا
یه سوراخ داره که این تیره رو اینجوری واسه اینجوری توف میزنید میکنید اینجا بعد چسبید ای افتاد. خلاصه که اینه مردن کبوتی شدن به این صورت شل شد. ببین این یه دونه نخم داره که یه چند متری طولشه. خب برای وقتایی که میخوام از یه جای آویزون شم اینو اینجوری میزنم بعد اینو میگیرم تو دستم بعد اینجوری آویزون میشیم. خودش کو من میمیرم، من نمیتونم مردن کبوتشم با این. این چون ارزون بود یکی دیگه خریدم. راستی قیمتش چقدره؟ این حدس بزن دیگه. نمیدونم شاید بشه 500 تومن. آره با هم 500 تارام به هم تنیده اینو فرو میکنیم اینجا و حالا آماده ایم برای نجات شهر. واقعا مردن کبوتی بودن سخته. اون لحظه که احساس میکنم تارای مردن کبوتی میچسبه بهش یا مثلا دست میزنه اینجوری این چسبیده به دستش، واقعا دوست ندارم. واقعا هم لباسش خیلی چسبونکی اسکینیه. تو رو بیشتر میپسندم. یه شنل داره و نه ثور. ثور رو بیشتر میپسندم چون یه چکش داره پرد میکنه طرف رو بشه. میدونی پروازم میکنه. آره پرواز میکنه. تو منی؟ نه تو منی کسا. بیا با هم دوست باشیم. لبو لول کن. برای خرید آیتم بعدی یه کلیمو از دست دادم راستیتش. فکر میکنی چیه؟ این کلاه آیرون منه؟ درسته کلاه واقعی آیرون منه. کلاه دفترچه راهنما یا ابوالفضل همش چینیه. این گرونترین آیتممونه. دقیقاً کلاه خود استارک. خدا بیامرز خود تونی استارک برام فرستاد. و واقعاً کلاه آیرون منه. نگاه کن اینو. حجی سلام پسر چطوری؟ سلام. امضا نمیخوای؟ حجی خیلی خفنه. ببین واقعا کلاه آیرون منه. من دارم جارویس رو این تو میبینم. دوست داری توشو ببینی؟ آره. برای اولین بار قراره که توی کلاه آیرون منو بهتون نشون بدم. مکانیزمو ببین. چرا اینجوریه؟ خیلی عجیبه. ببین دیدش واقعا کمه، یعنی دیدش در حد همین دوتا چشمیه که اینجاست. آها. ولی توش کلی چیزگیل بیزگیل داره چون دقیقاً مثل کلاه آیرون من باز میشه. باورت نمیشه نه؟ واقعا این کلاه آیرون من. اینجوری میگی جارویس بیا بالا، جارویس میده بالا. نه. میگه جارویس ببند، جارویس میبنده. البته باید باتری بذاریم توش. دقیقا مثل کلاه آیرون من کار نمیکنه. این قلب خود استارک اینجا بود، رکتور بود چی بود نه. این با باتری کار میکنه. باتری قلمی میخوره ولی همچنان مکانیزم هم از اینجا ببین یه دونه از اینا داره، اینو در میاری و این جا باتریشه. جای باتریاست. باتریای قلمی رو باید بذاریم اینجا، اینجا، اینجا و اینجا. صدا دار. جارویس بیدار شد. جارویس سلام چطوری؟ حالا لحظه موعود فرا رسیده. باز شد. خیلی باحاله. نگاه کن اینجوری بسته میشه، اینجوری هم میتونی سریع بازش کنی بدون اجزای زیاد. اینجوری دوباره به علاوه اینا دستور صوتی جارویس هم هست. نگاه کنید جارویس کلوز ده مست. سویچ ده بتل مود. هول شدی جارویس. جارویس کلوز ده ماسک. یه لحظه ببند. کلوز ده ماسک. جارویس 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 کره. جارویس بمر. جارویس کلوز ده ماسک. جارویس مسخره. کلوز ده ماسک. ببندی ساقو. جارویس سویچ تو باتل مود. چشم رو داری؟ قرمز شد خیلی. جارویس دیس میس باتل مود. جارویس اوپن ده ماسک. یه سری دستورهای صوتی دیگه هم اینجا داره که باید جارویس رو صدا کنیم و بهشون بگیم. مثلا جارویس کلوز ده ماسک. جارویس او جارویس هم ما رو مسخره کرده. حالا برای خاموش کردن اینا چون من اصلا هیچیون نمیبینم یه دستوری هستش که میگه جارویس
Close the eye light. الان چراغا رو خاموش کرد و میتونم راحت ببینم اتون. Jarvis. Shut down system. خاموشش کردم. کلم گیر کرده. های کلم گیر کرده. دکترش اینه که اگر میخواید بدون خطا کار بکنه دقیقا باید مثل تونی استار بیاش دستور بدی. مثلا Jarvis. Close the mask. خیلی باله اینه اینجوری. آجی خیلی خفنه، اینه کلاه واقعی تونی استار که ببین حس خیلی عجیبی داره، ولی چون این کلاه بچه ها سایز بند Jarvis دارم زر میزنم چون سایز بندی نداره یه ذره دماغم میخوره به اینجا و مسخره. داشتم میگفتم ممکنه اولش یه ذره بخوره تو ذوقتون به خاطر اینکه راحتی کلاهو نداره، ولی چیز باحالیه. میدونی چی میگم؟ خیلی خفنه ماجی. Jarvis سویچ تو بتل مود. Jarvis خیلی موقعا ممکنه زایتون بده. تو جم قرار گرفتید باش صحبت نکنید، جنبه نداره. Jarvis سویچ تو بتل مود. سویچ تو بتل مود. Jarvis. 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 Jarvis زایمون. Jarvis جان مادر. Jarvis. Jarvis. سویچ تو بتل مود. وایسا من بگم تو بلد نیستی. Jarvis سویچ تو بتل مود. بیا بی ناموس منو زایه میکنی. حالا اینجا رو ببین اینجا چی داریم. Jarvis زایه کن. هر جا Jarvis خواست اینجوری جلوی جمع زایتون کنه یه ریموت کنترل هم داره که به علاوه پیام صوتی و لمسی و اینا میتونید با اینم کنترلش کنید. مثلا الان ما میتونیم Jarvis الان بتل مودتو خاموش میکنم. میتونید فارسی بگید و بقیه رو اسکول کنید. Jarvis ماسکو باسکو. Jarvis ماسکو ببند. فکردید دارم باش فارسی صحبت میکنم در حالی که این اینجوری داشتم اینجوری. Jarvis بتل مود. Jarvis بریم مود جنگی. خیلی باری مود کن. Jarvis بازش کن. زایه شدی دیگه نمیتونی گوز گوز کنی. حالا قبل از این که بریم سراغه ابرقهرمان آخرمون میخوام یه کار هیجان انگیز بکنم. میخوام شما رو برای اولین بار بکنم تو Jarvis. هیچکی تو دنیا این کار نکرده. میخوام واقعا توی Jarvis بودن رو با کنه وجودتون حس کنید. بذار اینو اینجا. خیلی خوب. Jarvis close the mask. آره آفرین پسر خوب. Jarvis جان سویچ تو بتل مود. واو قرمز شد. میبینی این حرکت خشنش واقعا آدم دوست داره بره 3-4 تا تانک رو با هم بتره. ببینید بچه ها این دوتا حالت بازو بسته شدن داره. اولی همینقدر لوسه، نگاه اینو میگید، یعنی در واقع با جزئیات بیشتری از صورت کار میکنه، اینجوری دونه دونه جزئیات باز میشه و میره بالا. یه حالت دیگه داره که بلا فاصله میره بالا. بذار اونم حس کنید یه بار. آها Jarvis این حالت رو میگم، این حالت خیلی سریعتر میره بالا و خیلی سریعترم میاد پایین. خیلی باحال بود. خیلی حس عجیبیه واقعا، آدم فکر میکنه که آیرومن میشه و واقعا خیلی خوب ساخته شده، یعنی کاملا آدم حس میکنه که خود آیرومنه. خیلی بریم سر اصل مطلب، قیمت. خب یه قیمتی این فکر کنم 5-6 تومن دیگه بیارزه. 5-6 تومن؟ آره پوت که پلاستیکیه اینجوری اون 5500 پولشه. این کلاه تونی استار که خدا بیامرزه یارو ابرتیلیاردر بوده. یه قیمت منصفانه تر. خب 10 تومن. 10 تومن؟ آره دیگه. یه بار دیگه میخوایی نگاش کنی؟ بیشتره؟ خیلی بیشتر. 15 تومن. 21 میلیون تومن. چند؟ 21 میلیون تومن. 21 میلیون تومن. بله دقیقا 20 میلیون تومان هزینه Jarvis شد که میارزه. Jarvis Jarvis close the mask. آره خیلی میارزه. میارزه خوبه، بذار زبون نفهم هست. و قهرمان بعدی آخ سپر کاپتان آمریکا.
خود مارول تا حالا همچین کاری نکرده، یعنی ترکیب کردن سه تا ابرقهرمان. چرا اینو اواخر کار دادن دست کاپیتان آمریکا با این سفرش اینجوری؟ ولی جارویس دیگه ابتکار نه با تو منظرم که جارویس ابتکار خودمونه. اما خب نکتهش اینه که سپر کاپیتان آمریکامون با بقیه اکسسوریامون یکم فرق داره. چه فرقی داره؟ فرقش اینه که سپر کاپیتان آمریکای ما رو رفیق خودم ساخته. باورت میشه؟ یعنی این همه هزینه کردیم اکسسوریای فلان و بلا، سپر کاپیتان آمریکا رو محمد کرافتر برامون ساخته. محمد کرافتر تو کانالش کلی چیزای مختلف و عجیب غریب و خودش به صورت قدم به قدم میسازه، ازشون ویدیو میذاره و این سپر تو کانالش هست. نه بابا، آره خودش برام اینو فرستاد، گفت میلاد بزن جرش بده. و امروز قراره با سپر کاپیتان آمریکا کارایی بکنیم که خود استیو راجرز میکرد و هیچ رحمی درش نیست. توی چند تا از ویدیوها بوده بچا، تو پروژه‌های مختلف یوتیوب به کار رفته، ولی اینجا دیگه گورش کنده است. حالا بیایید قبل از اینکه بزنیم دخلشو بیاریم ببینیم محمد چیکار کرده. این پشت کاره که واقعا خوبه. سپر کاپیتان آمریکا رو دقت کرده بودید وقتی پرت میکرد اصلا اینا نبود؟ آها آره آره، من مونده بودم از کجا میگیره. بعد مثلا پرت میکرد میخورد به در و دیوار میومد اینجوری میکرد میچسید به دستش. آهن روبایی بوده. آره حقیقتش اینه که بچه‌ها سپر برای دست گرفتن یه اصولی داره. باید اینو بسازی. و محمد البته اینو بهتون بگم، توی پروژه‌ای که داشتیم تا الان این سپر بیچاره دهنش سرویس شده، اینجاهاش یه ذره مشکل داشت. خودم این چسبه با چسب چسبوندمش چون دستگاه جوش نداشتم. خب محمد امکاناتش خیلی کامل تره. میدونی البته به کاملی بابای استارک نیست. میدونید که سپر کاپیتان آمریکا رو بابای تونی استارک، یعنی بابای آیرون من، سپر کاپیتان آمریکا رو ساخته. اینم محمد ساخته برام. برای تست اول از دستیار خوبم میخوام که ام جی بیا. بچه ها ام جی، ام جی بچه، یه لگد دوست دارم ام جی با یه قد و قامت بزنه به من. بزن. آماده ای؟ دو. خب دست در نکن ام جی عزیز. ریده، این همه زحمت کشیدم، 24 ساعت طول کشید این چسب خشک بشه و دقیقا از همونجا دوباره جداش. من سالمم. نکته سپر همین، سپر باید از من دفاع کنه دیگه، از خودش که نباید دفاع. بله بله. خوبه. پس سپر فعلا کارشو درست انجام داده. بریم برای آیتم بعدی. نکته سپر کاپیتان آمریکا اینه که توی بد عصری ساخته شده. یه جورایی منطقی نیست. یعنی مثلا طرف با مینیگان داره تر 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 میزنه، بعد کاپیتان آمریکا اینجوری اینو گرفته. سپر در واقع اصلش برمیگرده به اینا. یعنی شما باید با سلاح‌های سرد وحشی که داشتیم تستش بکنیم، ببینیم که ضربه‌ای که با تبر بهش میزنیم چیکار می‌کنه. آماده ای؟ برو بریم. 2 1. هشمام. وای در قابلمه شد. خور شد. نگاه بچه ها، حاجی من داشتم برنامه میچیدم ازش به عنوان دیش استفاده کنم، ولی الان فکر کنم هاتبرد رو دیگه نمیگه. ولی جالبش میدونی چه؟ این که سفت بود و سپر فقط رنگش رفت و قور شد. یعنی هنوز اگر کسی اون پشت بود هیچیش نمیشد. اینو میشناسید دیگه، ویدیوشو براتون کی گذاشتم که واقعا خطرناکه و سپر تونست جون ما رو حداقل نجات بده. حالا ببینیم نیزه نینجا هامون چی کار میکنه. اینم ویدیوش تو کانال. آره سلاح‌های مرگبار. خیلی تیز رد میشه. نکته‌ای که تو ویدیوی خود همین نیزه بود این بود که بهترین روش ضربه زدنش همینه که از اینجا به طرف ضربه بزنه. آره چون یهو یه حجم انقدی زور میزنه و اون نوکو هی فشار میده، چون خود دستم سنگینه و شما بهش زور وارد میکنید و فکر میکنید احتمال سوراخ شدنش بس هست. آره آماده ای؟ برو بریم. 3 2 1. سوراخ شد. وای سوراخ شد. متاسفانه کاپیتان آمریکا بعد از نیزه نینجا میمیره. بمرده کاپیتان آمریکا، بمرده. شما ببینید این دیگه چیه. نگاه، آخ نگفته. میبینی تیغشو؟ آخ نگفته و سپر رو کامل زد، سوراخ کرد. حالا که دیدیم سپر استیو راجرز جلوی سلاح‌های سردمون حرفی برای گفتن نداره، وقتشه که ببینیم واقعا شاید برای سلاح گرم ساخته شده. 3 2. ببین وای تونسته جلوشو بگیره. یه دونه دیگه بزنم؟ برو یه دونه دیگه. الان زدیم اینجا، حالا میخوام اینجا بزنم که اگر قرار باشه رد بشه چیزی جلوش نباشه و راحت رد بشه. بریم. برو بریم. 3 2 و 1. داره مقاومت میکنه در مقابل تیر اسنایپرمون. هشمام خورده و رد شده.
برای همین من رفتم بچه اونجا وایسادم، به خاطر اینکه میدونستم کار خطرناکیه. لطفاً کارهایی که من میکنم و حتی بهش فکرم نکنید، چون یک اون به چخ رفتن پشتشه و میدونم باید چجوری کنترلش کنم. برای همین رفتیم اونجا وایسادیم که این تیر کمونه کرده و تونسته مقاومت کنه. نگاه کن پشتشو چقدر خفن قلمبه شده. قلمبه این یه قلمبه دیگه هم اینجا داره و درسته سپر کاپیتان آمریکا برای کاربرد درستی طراحی شده. نکته ای که سپر کاپیتان آمریکا داره نسبت به بقیه سپرها اینه که یه فرق اساسی داره و اونم اینه که خب سپرهایی که تو طول تاریخ مردم استفاده میکردن برای این بوده که در مقابل ضربات جونشون رو نجات بده یا مثلا یه اینجوری تپ هول بدن مثلا یارو بره عقب اینجوری، ولی سپر کاپیتان آمریکا در واقع خودش سلاح هم بوده. آها. دیگه ما ریدیم توی فیلمای مارول دیگه همه رو از دم اسپویل کردیم. اینم میگم اشکال نداره. سپر کاپیتان آمریکا علاوه بر این که از خود کاپیتان آمریکا دفاع میکرد، یه قابلیت اینم داشت که اینجوری یا میزد یه نفر رو یا پرت میکرد مثلا چند نفر رو میزد بعد دوباره برمیگشت. خیلی هم منطقی بود. حالا آره خیلی منطقی بود. میزنم میخوره به اونجا، بعد میخوره به این لبه، میخوره به هندونه، میاد دست من. آره ولی الان قصقی میخوام هندونه رو بزنم. یه نمیخوام روی کاپیتان آمریکا رو کم کنم. محمد جون داداش ببخشید دیگه، خودت گفتی برین توش من راحتم، وگرنه من یادگاری نگه میداشتم. راستی بچه چنل محمد رو حتما سابسکرایب کنید، لینکش تو دیسکریپشن هست. حتی خود که تور که ما الان رفتیم 5 میلیون پول دادیم خریدیم و درست کرده. نه بابا اگه دوست داشتید حتما سابسکرایبش کنید، خیلی بااستعداده و شبیهش تو ایران نیست. آماده ای؟ 3 2. واجی نصفش کرد، برید محمد، دهنت سرویس محمد، عجب چیزی زده.